روایت دومی که در اینجا آوردند از کسی هست به نام هشام ابن سالم. روایت دومی که در این مقاله نوشته که نام تک تک ائمه از زبان امام صادق هست، سندش همین است که می حدثنا حسین بن علی قال حدثنا هارون بن موسی قال محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن صفار ان یعقوب بن یزید ان محمد بن ابی عمر، محمد بن ابی عمر هست، ان هشام. هشام این که با خودشون این که در این مقاله وقتی که نوشتن این هشام رو به عنوان هشام ابن سالم معرفی کردن که این هشام هشام ابن سالم است. من به خاطر اینکه وقت زیادی در این زمینه گرفته نشه فقط حواله میدم که این روایت رو، این روایت با همین سند در کتاب بحار الانوار جلد 4 صفحه 55 اومده، صفحه 55 و 56 این روایت اومده و حدیث شماره 34 هست در اون باب. و آقای آیت الله محسنی در کتاب مشرعه بحار الانوار این روایت را جز روایت معتبر قرار نداده، جز روایت معتبر نیست، زیرا که در اونجا میگه که روایت معتبر این باب این روایت هستن شماره 5 6 11 13 14 15 16 و 19 و 22 و این روایت شماره روایت شماره 34 هست که جز روایت معتبر نیست. مشرع بحار الانوار جلد 1 صفحه 119 و 120 هست این مطلبی که در اونجا ذکرش کرده. به هر صورت پس بنابراین این روایت اساسا مشکل داره، حتی به اعتراف علمای خودتون این روایت جز روایات غیر معتبر هست. و من فقط یک به خاطر ضیق وقت فقط یک روایت رو از این هشام بن سالم خدمت شما نقل می کنم که اگر واقعا چنین افرادی رو اگر راویانشون یک این روایت هاشون اعتبار داره پس ما تبریک میگیم به شیعه که از روایات چنین افرادی در واقع استدلال بکنم. در کتاب بحار، در کتاب اصول کافی، کتاب اصول کافی جلد دومش هست که در اینجا من اختیار دارم اگر دوستان اینو نشون بدن، کتاب اصول کافی هست و با همون رنگ پریده ای که این جلد هم داره جلد دوم این کتاب هست، در صفحه 634، در صفحه 634 هست، این همون باب به اصطلاح در باب فضائل قرآن این حدیث رو در اینجا روایت کرده و باب نوادر هست، این دوستان اینو نشون بدن، باب نوادر جلد دو کتاب اصول کافی کتاب فضائل قرآن و صفحه 627 هست و این روایتی که من میخوام نمایش بدم روایت 28 این باب آخرین روایتش هست و در صفحه 634 است. روایت شده از علی ابن حکم عن هشام ابن سالم، علی ابن حکم از هشام ابن سالم عن ابی عبدالله از امام جعفر صادق روایت کرده قال ان القرآن الذي جاء به جبريل الى محمد 17000 آیه، قرآنی رو که جبریل آورده بود و نازل کرده بود بر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم اون کتاب و اون قرآن 17000 آیه بود. و متاسفانه آقای مجلسی این حدیث رو هم مانند همین آقایونی که آوردن حدیث هشام ابن سالم رو حدیث صحیح قلمداد کردن، آقای مجلسی هم گفته که این روایت صحیح، اگر این روایتش صحیح باشه پس این روایت دیگرش هم باید صحیح باشه. و جالب اینجاست که همین علی ابن حکمی که در این سند اومده در سند یکی از این 40 روایت هم هست، علی ابن حکمی که در اینجا آورده یعنی در روایت دومش از هشام ابن سالم هست این مقاله رو، روایت 19 هم که با سند دیگر آورده از فردی هست به نام علی ابن حکم. این علی ابن حکم همین علی ابن حکم است که معتقد به تحریف قرآن بوده و این افسانه قرآن 17000 آیه رو در واقع ایشون برای ما نقل کردن. بله. و قطعاً چون کسی که معتقد به تحریف قرآن باشه حداقل از دیدگاه ما مسلمانان روایتش معتبر نیست و اون چیزی که آقای شریف گفته بود قبلا، پس بنابراین این راویان شما از راویانی که فاسد العقیده باشند، اهل غلو و افراط باشند و واقفی و بقیه باشند هیچ گونه خالی نیست. و اینم یکی از این روایات هست که معتبر، اولا که معتبر نیست، آقای محسنی اینو معتبر ندونسته، دوما اگر اینو معتبر قرار بدین روایاتی از این قبیل در کتاب اصول کافی برای شما هم نقل کرده. بله، اینم اصول کافی چاپ ایران که با ترجمه فارسی چاپ کردن در اونجا، کتاب اصول کافی کلینی جلد 6 صفحه 478، علی ابن حکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله ان قرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام الى محمد صلى الله عليه واله وسلم 17000 آیه، راستی قرآنی که جبریل برای محمد آورده است 17000 آیه بوده. اینم که مجلسی میگه که
پوشیده نماند که این خبر و بسیاری از اخبار صحیحه صریحاً در این که قرآن کم شده و تغییر کرده و به عقیده من این اخبار از نظر معنی متواتر و قطعی هستند و تر همه آنها مایه سلب اعتماد کلی از اخبار است، بلکه به گمان من اخبار این موضوع کمتر از اخبار وارده در باب امامت نیست، پس چگونه امامت را با اخبار ثابت می کنند؟ نکته آخر گفتین واقعا جالبه، میگه اگر این روایت غیر معتبر باشه پس امامت را چگونه ثابت می کنند؟ نقطه اینه که همین کسی که این روایت رو نقل کردن همین راوی امامت هستن، همین روایتی که در این مقاله از اون استدلال میکنن. اگر قرار باشه که اون روایت قرآن 17000 آیه رو زیر سوال ببرن و اون قبول نکنن، خب امامت رو از کجا ثابت میکنن؟ روایتی که آوردن برای اثبات امامت از فردی هست به نام همین هشام ابن سالم و بقیه کسانی که معتقد به تحریف قرآن بودن.